همسفر ما باشید. سفر این بار برنامه همسفر به یکی دیگه از شهرهای جنوب غربی ایرانه، به شهر اولین های ایران سفر میکنیم. یکی از شهرهای نفتخیز کشورمون و شهر صنایع مهم. اینجا هم کشاورزی غنی داره، از پرورش قارچ و طیور و دامداری تا اسب و سوارکاری. به خاطر صنعتی بودنش، رنگین کمانی از اقوام مختلف در کمال صلح و آرامش در کنار هم زندگی می کنند، ولی اکثر مردمونش اصالت بختیاری دارن. دو سد بزرگ گودار یا مسجد سلیمان و سد شهید عباسپور رو داره که به رونق گردشگری منطقه هم کمک کرده. میتونید موسیقی محلی کرنا و دهل رو بشنوید و از نان محلی تیری همراه با غذاهای محلی خوشمزش لذت ببرید. شما هم سفر ما هستید در استان خوزستان. شهرستان مسجد سلیمان. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دیدن کشورمون آشنا میشیم. یکی دو هفته از جاذبه‌های دیدن شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان براتون گفتیم و یک به یک این جاذبه ها رو معرفی کردیم تا انشالله در دوران سلامت انتخابی باشه برای مقصد سفر شما عزیزان بیننده. اما امروز میخوایم به یه جمع‌بندی داشته باشیم و یک مکان گردشگری دیگر رو بهتون معرفی بکنیم. همراهی امروز ما با اتفاق جناب مهندس مولایی عزیز هست، شهردار خوب مسجد سلیمان، که یه بار دیگه در خدمتشون هستیم تا یه جمع‌بندی داشته باشیم. این شما و بینندگان برنامه همسفر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت بینندگان خوب برنامه همسفر. در این دو هفته‌ای که خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون بودیم، از جاذبه‌های دیدنی مسجد سلیمان دیدن کردید: پارک موزه نفت، چاه شماره 1، کارخانه برق تنبی و جاذبه‌های کشاورزی، محیط زیست و برنامه‌های بومی محلی که گردش کردید و دیدید و سوغات مسجد سلیمان. دعوت می‌کنیم از همه بینندگان عزیز بعد از دوره سلامت انشالله به مسجد سلیمان تشریف بیارن. خدمتشون هستیم، مردم خوب، نجیب، مهربان، بختیاری و مسجد سلیمان میزبان خوبی برای همه عزیزان خواهند بود با جاذبه‌های گردشگری بهتر و بیشتر که در این چند روز و در این برنامه ها گنجونده نشدن، از جمله زورخانه پوریای ولی که جهان پهلوان غلامرضای تختی هم در این زورخانه ورزش میکرد و تمرین میکرد و دیگر جاذبه هایی که سد شهید عباسپور، سد مسجد سلیمان و پارک کوهستان تنبی، پارک موزه تنبی و دیگر سرمسجد موزه و اون منطقه سرمسجد که دیدن کردید، برنشانده و دیگر مواردی که میشه دیدن کرد در مسجد سلیمان. سوالی که برای من پیش اومده، الان هوا خیلی عالیه و خوب بهاری، آدم کیف میکنه توی هوا، آیا اومدن مسجد سلیمان چهار فصله یا تنها همین فصل باید اومد؟ مسجد سلیمان خب تقریبا دو فصل ما داریم، فصل گرما و فصل بهاری.
از مهر ماه تا اردیبهشت ماه هوا بسیار خوبه و هوا معتدل، هوای بهاری، خیلی به قول معروف خوش میگذره. کسانی که تشریف بیارن از این آب و هوا لذت میبرن. اما تابستون خب تابستون گرمی که شرجی که نیست. شرجی نه، نه شرجی مثل سلیمان نداره. گرم. فقط گرم. آره. آره، دمای هوا تقریبا تا چه حدی میرسه؟ تا 47 8 درجه، 50 درجه. البته کسانی که در قسمت‌های جنوبی کشورمون زندگی میکنن، مثل استان‌های همجوار، مثل هرمزگان، بوشهر و جنوب سیستان و بلوچستان، قطعا این آب و هوا براشون قابل تعامل و خیلی هم خوبه. هرچند ما گردشگری داریم که در غیر فصول هم هستن، همون تابستون شما دقیقا میتونید بیان مسجد سلیمان، برین کنار همون سد گودار یا سد مسجد سلیمان یا شهید عباسپور که قطعا آب و هوای بهتری، همین جایی که الان داخل اون هستیم و یه بومگردی هستش و یه جای بسیار زیبایی که قرار بهتون معرفی کنیم، دقیقا آب و هوای خیلی خوبی داره. به هر حال سفر حتما در زمان خودش قابل اجرا هستش. های شهردار، صحبت پایانی با بینندگان ما دارین، بفرمایید. ضمن خسته نباشی خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون، تشریف برید مسجد سلیمان. انشالله که خوش گذشته باشه و ما رو فراموش نکنید، مجددا تشریف بیارید، ما خدمتتون باشیم. و از همه بینندگان عزیز دعوت میکنیم به شهر خوب مسجد سلیمان تشریف بیارن. ما قول میدیم میزبان خوبی برای همه عزیزان باشیم. خیلی ممنون از دعوت شما و همکاری بسیار صمیمانه شما و دوستانتون که خیلی ما رو همراهی کردن در برنامه همسفر ویژه شهرستان مسجد سلیمان. قراره در این قسمت یکی از جاذبه های گردشگری شهر زیبای مسجد سلیمان رو بهتون معرفی کنیم. ما الان در بام مسجد سلیمان هستیم، جایی که نمای کامل شهر رو میتونیم ببینیم. یه در واقع مکانی که جاذبه تاریخی طبیعی هم در اون هستش. همراهی ما رو از دست ندین و همسفر ما باش. همونطور که گفتم قراره یکی از جاذبه های گردشگری شهر زیبای مسجد سلیمان رو بهتون معرفی بکنیم. دقیقا با این لباسی که من پوشیدم مطمئنن در رابطه با آداب و رسوم و فرهنگ قوی و غنی مردمان بختیاری قراره صحبت بکنیم که واقعا لباس فاخری دارن نیازان. و همونطور که تو بخشای قبلی هم اشاره کردیم، اکثر مردمان شهرستان مسجد سلیمان و بهتر بگیم همشون از ایل بختیاری هستند که قوم در واقع غیرتمندی هستش و بسیار مهمان نواز و خونگرم. جناب آقای آلیپور عزیز از کسانی هستن که تو بحث گردشگری دارن فعالیت میکنن و ما قرار مجموعهشون رو بهتون معرفی بکنیم، جایی که مرتبط به گردشگری میشه. در بام شهر مسجد سلیمان هم هستیم. این شما بینندگان برنامه همسفر. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام بینندگان همسفر. بله، همینطور که فرمودید اینجا یک مجموعه گردشگری بسیار زیباست در بام شهر مسجد سلیمان. حدوداً اینجا با مرکز شهر 4 دقیقه تا 3 دقیقه فاصله داره و در بلندترین نقطه کوهستانی قرار گرفته که شهر کاملاً پیداست اینجا. اینجا در قدیم اجداد ما، بزرگان ما اینجا کشاورزی می‌کردن، به هر حال دامداری می‌کردن و ما اومدیم به هر حال این کوه‌ها و این تپه‌ها رو صاف کردیم و تصدیب و خاکبرداری کردیم و به همچین مجموعه زیبایی که به هر حال شما تشریف آوردی تبدیل کردیم. بسیار عالی. آقا لباسی که بر تن من کردین که قبلا ما اشاره کردیم بحث لباس بختیاری هست، چوغا و دبیت و کلاه نمدی، درسته؟ بله آقا. بله. این پوشش هنوزم بر تن مردمان بختیاری هست یا اینکه دیگه حذف شده و گاهن در مراسمی ازش استفاده میشه؟ این لباس محلی، این چوغا و این دبیت و این کلاهی که بر تن شماست،
این چوغایی که بر تن شما شاید برمیگرده به 60-70 سال پیش. درست. این که تن من است شاید برمیگرده به 10-15 سال 20 سال پیش که بافتنه. این رنگی که تفاوت داره. بله، این تفاوت رنگ، این چوغا چوغای بسیار قدیمی است و میشه گفت به هر حال عتیقه است. یعنی کسایی که این چوغا را بافتن دیگه نیستن که ببافن و اینجور چوغا را میبافن. چرا رنگ سیاه و سفید داره چوغاها؟ همه همینطوریه یا اینکه نه علت خاصی داره؟ نه، چوغا همه همین رنگن. این چوغا به هر حال بافتشون طوری طراحی شده که به هر حال به همین شکل. تابستون و زمستون شما از این استفاده میکنید؟ بله، تابستون و زمستون استفاده میکنید. این تابستون گرمتون نمیشه یا زمستون؟ نه، این چوغا را بیشتر الان شهر استفاده نمیکنن و بیشتر اونایی که در روستا هستن و سنت روستایی دارن بیشتر استفاده میکنن. ولی ما اومدیم این رو به هر حال همه بختیاری که در مسجد سلیمان و اطراف مسجد سلیمان هستن اومدن برگشتن به هر حال به اون لباس قدیمی رو زنده کردن و دادن باز بافتن و اون لباس رو دارن تن خودشون میکنن. در جشنواره ها، در همایش ها، در به هر حال مناسبت های انقلابی اینا رو میپوشن. بسیار عالی. اما جایی که در اون هستیم یک نماد قدیمی هم داره. ما معمولا غارهای دستکن رو در جای مختلف بهتون معرفی کردیم. بزرگترین غار دستکن جهان در جهرم استان فارس بود که بهتون معرفی کردیم. چیز حدود 2 هکتار فکر میکنم مساحت اون غار هست با 12 تا چشمه و همطور دستکنهایی که در شهرهای مختلف هستش. اینجا هم دستکن داره، اما دستکنداش تو دل کوها هستن و برای نگهداری معمولا گوسفندها استفاده میشه یا مردخانی در کنار اون هستن که چوبخانها در اون زندگی میکنن و در موقع بارندگی به اونجا پناه برن. از همین فضای طبیعی در واقع که ایجاد میشه اینجا فضای دیگه ایجاد شده به نام اشکف. قراره بریم با اشکف هم آشنا بشیم و اشکف رو بهتون معرفی بکنیم، جایی که الان مرتبط به گردشگری هستش. در بخش بعدی و پایانی در رابطه با غذاهای محلی و آداب و رسوم مردم باهاتون صحبت خواهیم کرد. همراه و همسفر ما باشید. در این قسمتی که ایستادیم اشکفته و همونطوری که اطلاع دارید در زمان سابق از این اشکفت ها ایل بختیاری وقتی کوچ میکردن استفاده های زیادی میکردن. مثلا در دل کوها چون بختیاری ها سابق بهون داشتن، چادر داشتن، وقتی بارندگی شدید میگرفت حالا خودشون و حالا گوسفنداشون به این اشکفت ها پناه میبردن و پناهگاه خوبی بود تا به هر حال این بارندگی تمام بشه یا برف تمام بشه که بعد مجدداً کوچ کنن. خب ما اومدیم در دل همین کو این اشکاف را حالا طوری طراحی، اشکاف قبلاً یه قسمتی خود غار و اشکاف بود، اومدیم طراحی کردیم و به این اضافه کردیم و کاملاً سنتی یعنی به سبک همون اشکافتای سابق در اومده و در این اشکافتا هم سویت‌های طراحی کردیم که برای مهمانان عزیزی که حالا از شهرستان ها بخوان بیان هم غذا میل کنن و هم میتونن اسکان کنن و اسمهای بختیاری هم برای اینها استفاده کردیم. مثل حالا من یه نمونش میگم، تیدا. تی در بختیاری به چشم میشه، تیدا دا هم یعنی مادر میشه، تیدا یعنی چشم مادر. این اصطلاحاتی هست که به هر حال ما اینا رو نصب کردیم روی درا که هم برگرده به سنت گذشته که جوانان ما یاد بگیرن و به هر حال ببینن که در قدیم الفاظی که استفاده میشد به چه صورت بود. خب تعداد از این زنگوله ها رو من میبینم که همه جا هستش. این زنگوله ها داستانش چیه؟ این زنگوله ها به رنگ های مختلف طراحی شدنه و این زنگوله ها در زمان گذشته اینا به گردن گوسفندا
به هر حال آویزون میشد. حالا یکی از این زنگولایی که خیلی بزرگ است اینجا بهش میگن دریا، هم به معنی دریا. این زنگوله به اصطلاحات محلی قدیم میگن اون بزرگ گوسفندا و اون کسی، اون گوسفندی که جلو گوسفندا هدایت میکرد بقیه رو. این صدای این زنگوله طوری بود که تا 8 کیلومتر 9 کیلومتر این صدا میرفت و حالا اگر گوسفندی از گله تار میشد به صدای این زنگوله برمیگشت. درسته. و اینکه معمولا اشکفتا طبیعی بودن یا دستکن بودن؟ ببین اشکفتا بیشتر طبیعی بودن، یعنی اونایی که در دل کوه بودن اشکفتای طبیعی بودن. اشکفتا اصلا یه چیز خاصی هم دارن، اینا در تابستان بسیار خنکن، یعنی ایدئال مناطق گرمسیر هستن که تا در تابستان از اونا استفاده شما. در فصل تابستان که هوای اینجا شاید بعضی وقتا به 30-40 درجه هم برسه اصلا از کولر استفاده نمی کنیم، چون آب جاری است و تو این و آب نما داره و همین باعث خنکی این اشکفتا میشه. چی شد که شما اومدین گردشگری رو انتخاب کردین؟ من شغلم چیز دیگه است، کار دیگه است. من تو علاقه خاصی نسبت به گردشگری داشتم و شاید به جرات بگم از بچگی تصمیم گرفته بودم که توی مناطق محروم، مثلا خود شهر مسجد سلیمان، اگر روزی توان مالی داشتیم و رشد کردیم توی این منطقه کار کنم که هم اشتغال به وجود بیاد و همین که اینجا جاذبه گردشگری خوبی داشت که بتونیم از جاذبه گردشگری استفاده کنیم که برای هموطنانمون بیان و به هر حال بهره ببرن از این مجموعه. محوطه‌ای که دارین خیلی سرسبز و آلوچه‌ها و در واقع جاهایی رو تعبیه کرده، اینا همخونی داره با خود شهر مسجد سلیمان، یعنی که نه از جاهای دیگه الگو گرفتین؟ نه، این 90% به جرات بگم همخونی داره با خود رسم و رسومات بختیاری و با خود به هر حال مسجد سلیمان. چون اینجا کوهستانی بود، ما اومدیم تنها کاری کردیم از خود مساله این کوه استفاده کردیم که به هر حال یه چیز زیبایی که طرز سنتی هم داشته باشه استفاده بشه، که جذابیت گردشگری خوبی هم داشته باشه. یعنی در اصل هنر گردشگر به اینه، هنر کسی که کار گردشگری میکنه هنرش به اینه که در بدترین فصلها، مثلا فصلهای گرمای تابستون اینجا که شاید بگم 40 درجه گرمه، اون زمان ما بتونیم مهمان را بیاریم اینجا و به هر حال جاذبه گردشگری داشته باشه. شما غذاهای محلی هم دارین از غذاهای بومی محلی برای پذیرایی از مهماناتون؟ بله، ما غذاهای محلی مثل حالا اسمیارم اوغارچ، اوترشی، اوتفتاله، اینا غذاهای محلی هستن که ما در کنار غذاهای به هر حال خود شهری گذاشتیم استفاده میکنیم که به هر حال حالا با این غذا هم مردم هم برگردن به غذاهای گذشته و همین که یه جاذبه خوبی رو به هر حال برای خود مهمانا داشته باشه. جایی که الان ما در اون قرار گرفتیم بهش میگن لامردون. لامردون جایی هستش که بزرگای ایل میان و در اون قرار میگیرن و حل و فصل میکنن مشکلاتی که داخل ایل هستش. همین رو در زبان عرب به نام مضیف میشناسیم که یه نوع مهمانسراست یا بومگردی در زبان فارسی بهش میگن. الان هم سر سفره‌ای نشستیم که با فرصت کمی که داشتیم تعدادی از غذاهای محلی رو آماده کردیم و همیشه در برنامه همسفر تاکید بر این بوده که از غذاهای محلی استفاده بکنید تا با ذائقه مردم اون سرزمین هم آشنا بشین. خانم مولایی برامون توضیح میدن دقیقاً غذاهایی که آماده کردن چیا هستش و با چه ترکیبی درست شده و اینکه ببینیم ذائقه مردم استان خوزستان به خصوص در بخش یا شهرستان مسجد سلیمان به چه شکلی. این شما بینندگان همسفر. سلام میکنم به بینندگان همسفر.
این گیاه خوزستان که توله هست. توله بهش میگه. توله بهش میگه. توی دو سه باران اول توله میرویه و غذای خوردنی هست. خوب. که این غذا توله بله. هست خوب. از این درست میکنیم و غذای خوشمزه هست. اینو پیازداغ و قارا و اینا رو میزنیم بعد توله رو میریزیم توش. درسته و غذای دیگر هم برامون توضیح بدیم. اینم که آب کشک هست بله. که کشک رو با دست میسابونن و غذاش بهتر در میاد اونایی درسته. که با دستگاه میزنن یعنی کالجوش یا کله جوش آره. حالا اینا با دستگاه بعضیا میزنن غذاش حالت پرسپرزی داره ولی با دست که درست میکنن خیلی بهتر از قدیم هم گفتم برو کشک دو بساب بسا. برای همون آره. دیگه اونا با دست میسابیدن آره. در واقع اینم که قارچ هست قارچ بله. قارچ کوهی هست قارچ کوهی بله از کوه می زمانی که کراستاز میکنه قارچ هم باش از زمین میاد بالا یعنی یه روز بعد برف میاد بالا این و اونو خشک میکنن ما اینجا از خشکش استفاده میکنیم بسیار عالی و غذای بعدی اونم که آب ترشی هست آب ترشی هم که پیازداغ و تره میزنن و آردش هم بوداده هست برای چی میگین ترشی ترشیش هست چیه ترشیش هم ترشی اناردون است اناردونه به به اینا رو همه باید نون داخلش تلیت کنن با نون آره تلیت میکنن بله. بعدی نهار یا شام بیشتر نهار استفاده میکنن غذاهای تلیتی را ولی برای شام هم استفاده میشن بله خیلی ممنون از توضیحاتتون غذاهای خوشمزه هستش که به هر حال لطف کردن آماده کردن تا ما با ذائقه مردم این سرزمین هم آشنا بشیم لامردون من درست گفتم دیگه بل. مجموعه میشه که بزرگا می نشینن و حل و فصل میکنن اگه مشکلی باشه بل. شما اسم مجموعه گردشگریتون هم همین هستش بل. چی شد که انتخاب کردین این مجموعه رو؟ خب مجموعه گردشگری اسمی لامردون ایلی که ما انتخاب کردیم یه اسمیه که شامل همه ایلیاتی میشه یعنی جمع ایلیاتی رو بسته میشه بعد لامردون هم جاییه که به هر حال مهمانای ویژه میان و ایامای متفاوت به هر حال حالا جشنا و اینا و این یکی هم این که مثل مضیفی که برادران عرب زبان دارن میگن مضیف ما میگیم لامردون درسته و اینکه شما این ظرفیت بزرگی رو دیدم انتخاب کردین برای کارتون یعنی واقعا مجموعه خیلی کاملی هستش اینجایی که دیدیم هم از فضای سبزش آلاچیق‌ها و آبنماهای زیبایی که به هر حال استفاده کرده بودن هم اون اشکفتی که دیدیم خیلی قشنگ بود با اون زنگوله‌های بسیار زیبا و فضایی که داشت و الان لامردون و یه مجموعه گردشگری کامل رو اونم توی شهر مسجد سلیمان ایجاد کردین خیلی خوبه چند نفر نیرو دارین چند نفر مستقیم باهاتون کار می‌کنن غیر مستقیم چند نفر بله مجموعه لامردون ایل یه توضیح خلاصه بدم شامل 4-5 قسمته در زمین به مساحت 50,000 متر مربع ساخته شده و شامل چند قسمت میشه یکی تالار اجتماعات برای جشن ها و برای کنفرانس ها که در 4 طبقه است و هر طبقه ظرفیت 1500 نفره یکی باشگاه اسواریه که اسبای وارداتی اسبای عرب اسبای ترکمن و اسبای کرد اینجا پرورش داده میشه و بعد رستوران اشکفته رستوران اشکفته هم که به هر حال همونطور که ملاحظه فرمودین یه مجموعه بزرگی است که برای پذیرایی مهمانان است و یه چایخونه سنتی داره و تر توسعه هم که ما در اونجا داریم شامل سویت های اقامتگاهی زیپلاین سرسره های آبی پارک شهربازی که اینا در آینده جزء تر فاز دوم مجموعه ما میشه اشتغالی که الان ما داریم حدود 80 نفر به طور ثابته 100 خورده به عنوان روزمزد و به هر حال کارهای متفرقه انجام میدن و اگر فاز دومین مجموعه هم راه اندازی بشه چیزی حدود 180 تا 200 نفر مشغول به کار میشه تو این مجموعه. احسن. ما از شما تشکر میکنیم که در بحث گردشگری قدم برداشتین. امیدواریم که مسئولینم که به هر حال وظایف حمایتی رو دارن از این عزیزان حمایت کنن تا بتونن که کار گردشگری رو انجام بدن تو بحث کرونا قطعا شما هم متوقف شدین و ضرر زیان دیدین دیگه درسته؟ بله تو بحث کرونا ما نزدیک یک سال مجموعه تعطیل بود و الحمدلله حالا مجموعه باز شده بازگشایی شده حالا با ظرفیت خاصی که به هر حال پروتکل بهداشتی و حالا ببینیم در آینده چی میشه ما امیدوار میشیم که در آینده هم فعالیتمون خوب بشه و اگر
این کرونا از بین رفت، از تمام همشهریان دعوت میکنیم که حتما از این مجموعه بازدید کنن. این مجموعه برای همشهریان ساخته شده، برای ملت ایران ساخته شده و من دعوت میکنم که به هر حال تشریف بیارن و استفاده کنن. خیلی ممنون، تشکر از شما. به هر حال این هم تجربه بسیار خوب بود در برنامه همسفر، اونم در شهر زیبای مسجد سلیمان با پوشش کاملا زیبای بختیاری در خدمتتون بودم با افتخار تمام. و تا جایی که فرصت شد ما ظرفیت‌های گردشگری منطقه رو بهتون معرفی کردیم. همچنان ما رو همراهی کنید در برنامه همسفر در فضای مجازی همسفر.tv پیگیر ما باشین، انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از این طریق ما رو مطلع کنین. همینطور میتونید به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه‌های قبلی ما رو تماشا کنین. تا موضوع دیگه و معرفی از زیبایی‌های ایران زمین، همه شما ازان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.